با سلام مجدد و به آرزوی صحت و سلامتی شما عزیزان علاقمند به برگه سازها و راسها با امید صحتمندی و پیروزی در امور شخصی، دولتی، کاری، تجارتی و سایر مشاغلی که دارین میخوایم امروز زمینی صحبت که مشکل است پیش بینی کرد کوتا و یا متوسط و یا هم طولانی ولی امیدوار است و متلاش هم است که باید کوتاه باشه ولی یک صحبت آزاد را در اطراف سی مسئله خدمت شما ارائه بکنم مسئله اول نقشه راه که اخیرا از جانب سرمونشی ملل متحد گویا برای ورود طالبان به جامعه جهانی مطرح شده. و مسئله دوم کمی هم در اطراف جنگ اوکراین و مسئله آخری را هم به اوضای غزه اختصاص می ده. چند روز قبل آقای خلیلزاد در صحبت با آقای لشکری یاد کرد که قرار است سرمونشی ملل متحد نقشه راه را در رابطه با ای که چگونه امارت اسلامی افغانستان و یا در کل طالبان از انزوا براین و گویا که وارد جامعه جهانی شوند مطرح خود کرد در مورد چگونگی و جزیات مسئله چیزی نگفت ولی اولین خبرها را ما در رابطه با اون مسئله از صحبت آقای موصوف خبر شدیم و بعدش هم تلویزیون تولو اعلان کرد که چونین یک طرح از جانب منشی سازمان ملل متحد مطرح است. اما در مورد جزئیات این طرح که شامل چند فقره یا چند ماده یا چند بند است چی شرایط را وضع کرده و چه فرقهای با های گذشته داره های ناکام گذشته این معلوم نیست ولی یک چیز کاملا از امی حالا روشن است که ای تر هم یا این نقشه را هم به مانند نقشه های سابق فقط امو اصطلاح معروف ما گپ مفت خواد بود و سخنگوی طالبان هم بسیار معجز اشاره کرد و گفت که خب ما همیشه گوش با مذاکره و دیالوگ هستیم در صورتی که در امور داخلی ما مداخله صورت نگیره و با قوانین اسلام موافقت داشته باشه ما نه تنها به سازمان ملل متحد بلکه برای هر نوع ترها از جانب سازمان ها چی از جانب دولت ها حاضر و آماده هستیم گفتیم که اما اصطلاح معروف است که سرمه آزموده را آزمودن خطا است اگر یک سوال بکنیم که سازمان ملل متحد از زمان ایجادش بعد از جنگ اومی دوم بود تا امروز کدام بحران کدام جنگ کدام مسئله کدام منازعه منطقوی و جهانی را حل و فصل کرده که امروز شوق مجدد کرده که گویا این مسئله را حل میکنم حتی در رابطه با افغانستان به اینکه که قضایی های راجع به فلسطین و جنگ ویتنام و نیفم چی چی اینا را کلش دور بگذاریم یا اوزایی بعد از فروپاشی شوروی و جنگ هایی که صورت گرفت کشورهایی که ترزیه شدن کشورهایی که زیر نام, نام انقلاب های مخملین نظام ها ویران شد و ما شما در جریان هستیم چگونه جنگ های مثلا جنگ سوریه جنگ عراق به وجود آمد چگونه لیبیا از هم فرو پاشید چگونه یوگسلاوی تجزیه شد در کدام از این ها سازمان ملل متحد حد اقل نقش یک سال بلخیر یا سالس بلخیر داشته که گویا حداقل مو درجه خشونت و نسل کوشی پایان به خب البته در جای شک نیست که در جنگ اخیر غذا بعد از چند روز یک صدای بر آمد و گویا که خواهان باشدن را از طریق مصر شد که باید مردم برای ولی اینا که این فیصله ها یا یا تامین غذا و دارو که اینا که بعد جنگ غذا کدام بخاطر خاطر توقف او جنایاتی که تا هنوز هم ادامه داره کدام فایده ای نمیکند و نمیکنه مسئله سر تقبیه امو جنگ بود و جنگ های دیگه که در جهان صورت گرفته آیا باید داریم ما شما که سازمان ملل متحد به سراحت تقبیه کرده باشه سیاست های امریکا و اسرائیل را و یا کشور های دیگه در جنگ ها بجز جنگ اوکراین که او مواضع معلوم است که چرا و باید هم تقبیه میکرد در یک سخن برای همگان روشن است که وقتی ما از سازمان ملل متحد گپ میزنیم در حقیقت یک اداره بنام محصور شده گروگان گرفته شده در متعمیر بلند منزل نو... نویارک است که هیچ نوع صلاحیت نداره و نداشته در رابطه با افغانستان گفتیم که از دیگاهش میگذاریم افغانستان رو در نظر میگیریم در جنگ طولانی افغانستان سازمان ملل متحد چی کرد؟ چی در تعویز سقوط اول سقوط جمهوری الله و چی در سقوط دوم سقوط جمهوری اشرفغنی ما در دوش دیدیم که آنقدر بیچاره بود آنقدر عاجز بود که حتی وقتی نجیب الله خب تا آخر هم فرمان بود فرمان ملل متحده بود حاضر آماده شد گفت که من قدرت رها میکنم استفاده تو و غیره و غیره و حتی حاضر شد از کشور بیرون شود ولی اینا چی کردن؟ قریب نمیدانم چند سال شد که دکتر نجیبلا در زندان سازمان ملل متحد در کابل اقامت داشت اگر این سازمان یک اعتبار یک قوت یک حیثیت و یک آبرو در جهان می داشت نجیبلا را حد اقل نه به خاطر نجات جانش بلکه به خاطر حیثیت خودش که حاضر شد ترهای ملل متحد قبول بکنه و قدرت ترک بکنه او را باید نجات می دادن از کشور محفوظ بیرون میکشیدن و در جای امنی که هر جایی که میخواست و لازم بود اقامت میکوزید این را نکرد خلاصه به جزیات نمیریم و ما باید داریم که گونه؟ مذاکرات ژنو که بالای افغانستان تعمیل شد و در اونجا مواد با فیصله رسید که افغانستان تحت شرایط حاضر به سازش و مصالحه و غیره و است و حتی شریک ساختن قدرت و که بالاخره در آخر, در آخر گبت آه سپردن کامل قدرت هم بود تماما مواد شامل امو فقراتی که در مذاکرات ژنو فیصله شد از جانب افغانستان مو به مو تطبیق شد حتی افراد هم شد حتی بالاتر از توافقات افغانستان شکست نفسی نشان داد ولی جانب مقابل که عمدتا پاکستان بود چی نتافه نشان داد؟ هیچ یک خطوه یک متر از موضی خود بیرون نرفتن و سازمان ملل متحد هیچ که بالای اونها فشار وارد نکرد که خب ما خود تحت اینی شرایط مذاکرات قبول کردیم حداقل باید شما هم بپذیرید و می ترتیب در ساحه در سایر ساحات و در سایر منازعات منطقه و جهانی سازمان ملل متحد بحیث یک سازمان سمبولیک وجود داشته و هیچ نوع صلاحیت نقشه در حل منازعات نداشته اصلا از لحاظ فیزیکی موجودیت مقر سازمان ملل متحد نباید در نیویورک باشه به اساس مذاکرات و به اساس امور روحیه ای سازمان ملل متحد که باید ملل متحد به مصابه یک سازمان بیترف که یعنی به هیچ کشور وابسته نیست ولی چون جغرافیا نداشت باید در یک گوشه ای از جهان باید دفتر خود مفتوح میکرد که کرد و او در ژنو بود در کشوری سویس که در هر دو جنگ عمومی اول و دوم دو به طرفی خود حفظ کرد و هیچ ویران نشد هیچ خرابی هم صورت نگرفت و سالم باقی ماند و تا امروز هم سالم باقی ماند ولی چرا ای سازمان به نیویورک انتقال داده؟ به خاطر که تحت نظرشان باشه تحت کنترلشان باشه در مواقع لازم فشار برشان وارد بکنه و حتی امروز تقریبا نیم و یا بیش از نیم مخارج سازمان ملل متحد امریکا میپردازه چرا میپردازه؟ که دلیل داره علت شمی است که اما که میگن آن که نان میدهد فرمان میدهد مخارجش شمی پردازه و در زمین امرو نحیم میکنه که تو تو نکن بس قصه ها. معلوم است و آنچه که گویا امروز به نام نقشه را را برای افغانستان مطرح ساختن یک بازی بیش یک فریب بیش نیست به اینکه قسمت بحث با یک کلمه پایان بتیم و بگوییم که مثل که در نوشته کوتاه را که من هم بروی شبکه گذاشتم در اونجا گفتم که آیا نقشه راه افغانستان در امی اوزای کنونی مهم است یا متوقف ساختن نسل کشی در غزه کدامش مهم است در اونجا هر لحظه صدها هزارها نفر کشته میشه او شهرک که غزه با یک ویرانه تبدیل شد تصور نمیکنین که ما در قرن ب... وقتی اکس ها رو میبینین ها و رویداد ها رو میبینین تصور نمیکنین که اونجا غزه قرن 21 یک است فکر میکنین یک سیاره دیگی است مردم نان نداره دوا نداره برق نداره آب نداره در یکی از گزارش ها خبر تکان دهنده گفته شد از زبان مردم گفت که ما شبانه با نور راکت ها و بمباردمان ها رای خودمی بینیم یا یک لقمه که نان خشکی که پیدا میشه به میبریم نور وجود نداره با نور بمبارتمان ها شهر روشن میشه و اینا رای خود می بینن از یک جا به یک جای دیگه فرار میکنن خب در افغانستان حداقل امروز جنگ وجود نداره او جنگ و وحشت و جوی خونه که روز حد اقل 500 نفر از دو طرف کشته میشد کشته نمیشه راه ها دوباره باز است امنیت وجود داره باسازی ها با شوق و با سرعت با وصف تحریم ها با وصف اقتصاد و ایران ادامه داره و ای که انوز هم مشکلات در اونجا هست انوز هم طالبا در بعضی مواضع خود از سخجانی کار میگیرند که قابل انتقاد است که باید دو مسائل انعطاف خود هر چیزی زودتر نشان بدن که هدف ما از دادن حقوق زنان است و باز شدن مکاتب دیگه افغانستان آنقدر یک زون بگویم یا یک حوزه یا یک منطقه وحشتناک و عاجله نیست که باید سازمان ملل متحد تماما توجه خود در اونجا معطوف بدارد غذا باید بره و را در غذا باید پایان بده خب عزیزان از بحث افغانستان میگذاریم میایم به موضوع یا مسئله دوم جنگ اوکراین در این رابطه من از زیاد نمیخوایم چیزی بگویم و تا جایی که شما هم در جریان هستین با آغاز جنگ در غزه جنگ اوکراین تقریبا تحت فوک تحت اینی از انظار یک کمک دور شد یعنی توجه جهانیان امروز بیشتر به طرف غزه است حالا اینجا یک سوال وجود داره پیش از که با دیگه مسائل بریم که آیا یکی از خواستهای غرب و در آمریکا امریکا این نبوده و این نیست که بهانه پیدا شود که توجه از اوکراین به طرف دیگه که امروز مسئله غزه است معطوف شود چرا این سوال مطرح میکنیم؟ فقط به یک دلیل و او دلیلی است که جنگ اوکراین جنگ اوکراین غرب باخته است و لذا تلاش داره که شکست خود را در اوکراین با یک جنگ دیگه نه تنها که انتقام جویانه بگیرن بلکه انظار و توجه آمرم به اون طرف بکشانن خب یک احتمال است یک نظر است که شاید عزیزان موافق نباشند ولی من به میعقیده هستم که یکی یکی از دلایل همی است خب علتی که جنگ اوکراین باید امریکایی جنگ باید میباخت باخت دلایل فراوان وجود داره که رابطه ضروری نیست که بحث بکنیم عزیزان از دلگران دیگر هم شنیدن و در رابطه ورود دارن ولی من میخوایم خواهیم در رابطه به یک مسئله دیگه توجه عزیزان را جلب بکنم با او عبارت است داشتن انگیزه است انگیزه روحیه انرژی شوق قلاقه امیل ازه در اوکراین انگیزه برای جنگ کردن وجود نداره خب صرف نظر از که مردم اوکراین در اونجا همه با سواد تحصیل کرده هستند مردم هوشیار هستن مردم فهمیده هستن میفهمند سیاست ها را خوب میدانن پایان جنگ می فهمند می دانند که در اینجا روسها روس ها را یا روسیه را وادار ساختن مجبور ساختن اما گفته ما شما به بینی رساندن و مجبوری ساختن که باید دست به سلام بود و دست به حمله می زند. چرا در یک محاصره قرار گرفت لذا مردم اوکراین میفهمه که پایانی جنگ چی هست کی می بازه و کی می بره از این خاطر جنگ در اوکراین مانند افغانستان جنگ بزور است عزیزان خبر دارند که اوکراینی ها پاینتر از چل سال حق بیرون شدن از کشور ندارن ای که میگریزن غیر قانونی از مرزا عبور میکنن و میرن پولند و باز بالاخره به جای دیگه به حساب است ولی به قانونی حق مسافرت و رفتن ندارن باید به با جنگ برن جنگ جبری این شرایط افغانستان من که ب... یک که به حساب از اوکراین بریم یک بار به با افغانستان دیروز یعنی افغانستان دوران حزب دموکراتیک خلق آیا ما هم مثل که امروز در اوکراین مردم به زور به سربازی میبرند ما هم به سربازی مردم ها نمی بردیم چرا خدمت یا مکلفت عسکری جبری بود چرا ما از روی جاده ها جوان ها را جمع میکردیم چرا رقم تلفات بالا بود به خاطر که روحیه وجود نداشت انگیزه برای جنگ وجود نداشت جوانی که در روی سرک عمدن جبران گرفته می شد و زور در موتر انداخته می شد آیا ما از او توقع داشتیم به جنگه؟ با کدام رویه؟ جنگ تنها سلا نمی کنه. جنگ رویه می کنه. در جنگ اگر انگیزه وجود داشته باشه کسی که سلا نداره صاحب سلا میشه و کسی که سلا داره خل سلا میشه ما تا در جنگ شش روزی عرب و اسرائیل دیدیم که میلیون عرب ده کشور عربی که با 400 میلیون یا بالاتر از او یا کمتر دمی حدود نفوس ای کشور ها است در برابر 5 میلیون اسرائیلی شکست نخورد آیا تیارات مصری در میدان هوایی قاهره میدان نظامی پیش از که پرواز بکنه همیش بمباران نشد علت چی بود کار زنده گرفتن علت چی بود؟ انگیزه وجود نداشت کسی نمی جنگید این مسئله در افغانستان بود کسی نمی جنگید جوانی که گرفته می شد دو راه داشت دو چانس داشت یا باید کشته می شد یا باید فرار می کرد خب فرار کجا می کرد یا پاکستان یا ایران بیشتر پاکستان فامیلش خبر می شد که بچهشان از اسکری گریخته رفته پاکستان و این مسئله باعث میشد که خانوادم بار به سر بسته بکنم و برند دیگه معاجر شون به خاطر که جگرگوشیشان به او شکل و تر تر کفت و آمده نمیتونه یکی از دلایلی که ما در او جنگ شکست خوردیم یکی هم همین مسئله بود که یعنی بیش از 80 درصد کسانی که در قوای مسئله خدمت میکردن افراد غیر ازبی بودن متقد نبودن با آنچه که در بالاها در خانه در می سیاست میگذشت و خود رژیم حاکم علاوه از که انگیزه در بین سربازا وجود نداشت در بین حزبیا هم متاسفانه در یانگیزه وجود نداشت هر حزبی تلاش میکرد به از رفتن به خدمت سربازی شانه خالی بکنند یا واسطه میکرد یا حزبی بود حرف شنیده میشد و یک زیاد حزبی ها کارت های معافیت داشتن حتی فیصله کردن که کدام مقامات دولتی اگر هم مسئول از او مکلف به رفتن اسکری باشه از خدمت اسکری معاف است خب او مقامات ها داشتن مقامات هم بیا داشتن، اون پرچمی خلقی داشت پس اونا هم از اسکری معاف بود پس یگانه کسی که بعد اسکری میرفت و کشته میشد متاسفانه غیر ایزبیا بودن غیر بیای که معتقد به آنچه که سیاست حزب بود آنچه که حزب میخواست نبودن انگیزه وجود نداشت خب فکر میکنم در می حد کافی است پیش نمیریم دوباره می برمیگردیم به اوکراین و در اونجا عین مسئله است که انگیزه وجود نداره برای جنگیدن ولی برعکس در آن طرف انگیزه وجود داره یعنی روس ها انگیزه دارن اسکر روسی انگیزه داره تنها سلایش به او پیروزی ناورده انگیزه داره عزیزا بیاین که به با تاریخ بریم نبرد ستالینگراد در تاریخ بسیار مشهور است به حدود دو سال در می حدود اگه غلط نکرده باشم از جانب آلمان محاصره شد سلان رفت اونجا نمی رفت دارو غذا و مواد نمیرفت کاملا در معاصره بودند. ولی روسا و معاصره را فقط با یک انگیزه که پدر وطن یا مادر وطنشان در خطر است و امو انگیزه نبرد استالینگراد امروز عین مسئله عین انگیزه در در شرایط امروز وجود دارد یک سرباز روسی یه انگیزه داره که مارغر غرب محاصره کرده وقتی که خود به اوکراین رسانیده و میخوای اوکراین وارد سازمان ناتو بسازه و اینجا راکت های هستوی خود را نصب بکنه و در اه اه پولند یا لهستان عملا وجود داره راکت ها نصب است تانک های ناتو وجود داره در چک, در چک وجود داره و دیگر در کشورهای دیگه که محاصره کرده روسیه را رو وجود داره پس در حقیقت اینا یک بار دیگر تجربه تلخ معاصره دوران جنگ اومی دوم را به یاد خود میارند. از این لحاظ است که با همو مورال قوی که ما برای وطن خود می جنگیم بگذار که در این ل... رابطه اه 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 کمی هم در رابطه با امی مسئله را با موجودیت قواه شوروی در افغانستان هم یک چند مثال عرض بکنم ما به این نظر هستم که بعضی کسانی که میگن که شوروی در افغانستان شکست خورد ما چندان موافق به این مسئله نیست ما میگوم که شوروی یا روس ها در افغانستان انگیزه برای جنگیدن نداشتند بر کی می جنگیدن و برای چی می جنگیدن خب سربازای خوبی خوب بی سواد نبودن و سایمن خوبی خوب بی سواد خواهد پیش خود فکر میکنن که ما اینقدر راه رد آمدیم اینقدر از راه فاصله دور آمدیم برای کی می جنگیم برای چی می جنگیم برای کدام مردم می جنگیم و برای کدام نظام و حکومت می جنگیم خواهد جنرال سای اینا خود در درون حاکمیت در درون حزب بودن می میدیدن می که خلق او پرچمی چگونه به خاطر مقام به خاطر امو عدش و تشنگی که به خاطر رسیدن به مقام قدرت داره یکی دیگه خود نابود بکنه حتی نابودی فیزیکی بکنه سر چوکی جنگ داشتن سر وزارت ها جنگ داشتن سر از که چند عضو وقتی که اعضای کمیتی مرکزی بالا میرفت این دیگه یک شرط بود که باید اگر پنج نفر خلقی بالا میره پنجم پرچمی یا پنج پرچمی بالا میره پنج خلقی هم باید بالا بره غیر از او بلانس خراب می شد و وضع جنگی می شد آیا روس های ها مسئله را نمی دیدن؟ آیا نمی دیدن و سوال نمی کردن که وقتی شما در برابر یک جنگ اعلان شده ایمپریالیزم قرار دارین و پاکستان ایران حامیان غرب و می خواهند شما را نابود بکنند چرا پشت چوکی هستین؟ کلتان سلا بگیرین متفق شوین اختلافات دور بگذارین انگیزه پیدا کنند برای در دفاع از وطن که با او صورت اگر ما هم خون خود بتیم جا داره روس کشته میشد. شد جنرال روس کشته میشد. شد سایمن روس کشته میشد. شد افغان ما در دفترها بین خود بین خلقی و پرچمی جنگ داشتن که چونکی از مس فلانی چرا در آنجا مقرر شد و در آنجا مقرر شد لذا ما امیدوار یه پیوند را درست توضیح کرده باشم که شاید بعضی کسایی بگویه که خوب این روسی که امروز انگیزه داره چا در دا افغانستان نداشت نه اونجا شکست خورد ما به این خاطر این مثال گفتم در اون وقت هم روس بود اما قوت خود داشت اما در پالی بعض عوامل دیگه یک علت هم همی بود که اونا متوجه ازی شدن یعنی در پالی خپتا و انحرافاتی که در دوران گرباچوف صورت گرفت و معاملاتی که با با غرب صورت گرفت او را ما نادیده نمیگیریم واقعا او در بالا وجود داشته ولی چیزایی که او را تکمیل کرد و به او قوت بخشید نیرو بخشید در پایین وضع درونی بود نبود انگیزه بود و او برنامه های که در او جامعه تدبیخ شده نمیتانست باید عقب نشینی صورت خو هم معلوم است که جای توضیح نیست که و برنامه های را که افرادگرایان خلق عملی کردن و برنامه رسمی حزب زیر پا کردن او را می فهمه. و همو دلایل بود که حزب با چالش ها برابر شد و مواجه شد و لذا ناگزیر بود که باید عقب نشینی بکنه ولی نباید آنچنان عقب نشینی صورت به صورت مکانیزم عقب نشینی یا مکانیزم مصالحه و غیره بحثایی که در گذشته هم رویش صحبت شده و نوشتهای دوستا کرده به دیگه عزیزا کرده ما هم در این رابطه قلم زدیم از اینجا از این صحبتش میگذاریم و میاییم به موضوع سیومی موضوع, موضوع جنگ غزه دوستان عزیز در مورد غزه فکر می کنم که توضیح زیاد ضرور نیست عزیزا می فهمن و پیشترم اشاره داشتم که آنقدر فوکس بالای حوادث غزه زیاد بوده که حتی مسئله اوکراین فراموش شد لذا همه شما با جزیات جنگ با جنایاتی که وجود داره و ادامه داره آشنا هستیم یکانه چیزی که میخواستم در این رابطه که البته با استفاده از یک معخذ بگم یک منبع است او عبارت از این است که سوالی وجود داره و سوالی صورت گرفته در شبکه ها و رسانه ها که گویا این جنگی که صورت گرفت که البته پیشقدم گروه حماس بود یعنی با حمله حماس این جنگ آغاز شد چی دستاورد داشت این جنگ چی دستاورد داشت و یا داره و یا خواهد داشت واقعا سوال بسیار بجا است دکتر مرتضا محیط عزیز که یکی از شخصیت‌های های محبوب و چپ ایران است در یکی از برنامه هاش بسیار زیبا و دقیق این موضوع را تحلیل کرد که من میخوایم فقط از زبان اوزنا یعنی دیدگاه اونا را برای شما به گونه گویا تکرار حسن عرض بکنم محیط عزیز در صحبت خود سوالیت شروع کرد که گویا از ما سوال شده که در مورد دستاوردهای جنگ غزه بگویم آیا این جنگ لازم بود دستاورد داشت و یا خواد داشت و آقای محیط میگه که این سوال باید مردم غزه جواب بگوید که ای پاسخ هم پاسخ جالب و واقع بینانه است باید دانشمندها شخصیت های سیاسی و مردم فلسطین در کل باید ای پاسخ را یا ای سوال را پاسخ بدن ولی آقای محیط میگه که با وصفه که ای پاسخ را باید مردم غزه بته یا فلسطینی ها بده نظر خود را میگه که بسیار جالب و بسیار دقیق و از نظر ما صاحب است اونا میگن که اگر خلبت ما ایره خلاصه میگم خاطر که زیاد تفصیل نمیدیم و بخاطر صحبت زیاد شد و بحث ما طولانی نشه مرتضا محیط عزیز میگه که اگر این جنگ صورت نمیگرفت یا این حمله صورت نمیگرفت اسرائیل در آستانه برسمت شناختن از جانب کشورهای عربی بود اون خلاص شد حتی مثال میگه که شهزادی سعودی به ابن سلمان کاملا آمادگی داشت آمادگی داشت که باید با اسرائیل نزدیک شود و اسرائیل برسمت بشناسه حالا برسمت شناختن اسرائیل از جانب سعودی اگر صورت می گرفت علمدار کشورهای دیگه هم کشورهای عربی و امارتهای اطراف او بدون درنگ چون این کار میکردن و بر اسمت شناختن اسرائیل دیگر در حقیقت دفن کردن موزی یا مسئله فلسطین بود. آقای محیط طور این بحث خود را پایان میته که با ای جنگ با ای حمله مسئله فلسطین یک بار دیگر آپدیت یعنی به حساب کامپیوتر اگه بگویم یک بار دیگر زنده شد دوباره در افکار مردم عرب و جهان دوباره زنده شد و بحیث یک سوال باقی ماند و اشاره یا همون قسمت یا اشاره خوبی که دارن ای است که میگن که جنایاتی که در جنگ یک ماه چند روز غذا صورت گرفته آنقدر تکان دهنده است که سران کشورهای عربی با که همیشه انسانهای های مرتجه غرب زده هستند و هنوز هم در خفا روابط با اسرائیل دارند از ترس مردم از شرم مردم هم دیگه نمیتونن که از برسمت شناسی اسرائیل سخن بگویند چرا اگر بگوین که بین اسرائیل و برسمت بشناسیم خو مردم از یخنشان میگیره که برادر میبینی که چی حال است تا در حدود هشت هزار و هزار کودک در, در اونجا کشته شده و رقم زاییات که گفته میشه میگن که به با مراتب بالاتر است جنایاتی که در قرن بیستیک در همچو یک قطیه چل در چهار کیلومتر صورت میگیره در تاریخ نظیر نداشته مانند نداشته هتلر امی کار نکرده بود پس به این ترتیب فکر میکنم که محیط عزیز دقیق میگن که جنگ یا حمله حماس با اینکه هویت حماس را میدانیم سابقش را میفهمیم اهداف و سابق گذشته شدن همه ما در جریان هستیم ولی یک زمینه شد که موضوع فلسطین و دادن حقوق فلسطین و مسئله تشکیل یک دولت به نام دولت فلسطینی ها دوباره بر سر زبان ها بیه و جهانیان به این مسئله دوباره باید عطف توجه بکن این بود عزیزا صحبت تقریبا پراغنده بگویم یا هرچی که شما نام میگذارن در مورد سه مسئله که رویش صحبت کردم تا صحبت و دیدارهای آینده شاد و موفق باشین